اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضار گرامی، بخصوص مولای صاحب محترم، پیشتخیزان، جوانان و نوجوانان دانش پرور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان اگترین مسجد پرشکوه گرده هم آمده ایم. هدف از گرده جمع شدن ما در این مسجد چیست؟ پس هدف باید مشخص باشد که ما اینجا دور هم گرده هم آمده ایم، هدف مشخصی برای خود داریم و یعنی هدف از جمع شدن در مسجد این نیست که ما بگوییم دیگران خواب شوند. هدف از سخنرانی این است که ما بگوییم و دیگران بیدار شوند، یعنی از خواب غفلت بیدار شوند. و بعدی ها که سیدی در باره اسلام صحبت کردن نعوذ بالله یک افسانه هست، اما این انجمنی که ما برگزار کرده ایم افسانه نیست، بلکه بیداری جوانان است، رساندن دین است، رساندن پیامی است که ادای مطالب پیغمبر علیه الصلاه و السلام و دوست پیغمبر علیه الصلاه و السلام برای ما رسیده است. پس امروز درباره دینی که ما شما صحبت میکنیم، درباره اسلامی که ما شما میگیم، این دین مبین اسلام با اینقدر آسانی که من تو امروز پیش میبریم نیست. این دین بسیار به مشکلات ها به وجود آمده. همه ما دوست داریم که خانه قبر ما روشن باشد. همه ما دوست داریم که در دنیا راحت زندگی بکنیم. اما اگر ما به خانه خود برق ضرورت داریم، همون مراحلی را که باید طی نکنیم، آیا برق به خانه ما نه؟ نه خیر. پس مراحل را طی کرده و برق به خانه ما خواهد آمد. پس اگر ما دوست داریم خانه قبر ما روشن باشد، پس اگر ما دوست داریم که سوالات نکیر منکر برای ما آسان باشد، پس ادا کردن پنج وقت نماز، دادن زکات و احترام به والدین، پدر و مادر و غیره. یکی از بزرگان دین امام حنبل رحمت الله در زبان بیشتر از مردم ها حد و شما هم میشناسیدش. این امام بزرگوار در عرصه دین چی مشکلات را دیرا به خود می و چی نواز دین را برای مومنی و مسلمانان می آورد؟ در دوران عباسیان، خلیفه سوم دوره عباسی، امام حنبل رحمت الله علیه، هنگامی که حاکم خبر می شدیم و بالاخره امام حنبل رحمت الله علیه را پیش خود می خواهد، می گد آیا قرآن کلام الله هست؟ می گد بله، قرآن کلام الله هست. می گد آیا کدام دلیلی داری که قرآن کلام الله هست؟ می گد بله، قرآن می گد یاسین و القرآن الحکیم، نگفته یاسین و القرآن المخلوق. اینجا حکام ظالم در مقابله این امام با تقوا و پرهیزگار ساکت میماند. میگه آیا دلیل دیگری داری که قرآن کلام الله هست؟ میگه بله، قرآن میگه الرحمن القرآن الرحمن علم القرآن. اینجا نگفت است که القرآن المخلوق. پس اینجا انجامی که این حاکم ظالم در مقابل سوال این امام پرشکوه و پرهیزگار ساکت میماند، میگوید امام حنبل را بیاندازید به زندان. امام حنبل را زندانی میکنند. شبی که دیر میشود، میگوید برید امام حنبل را بیاورید. هنگامی که امام حنبل را حاضر میکنند پیش حکام ظالم، میگوید امام حنبل شبی که در بندی خانه تیر کردی چطور بود برای تو؟ این میخواد که داستانی را برش بیان بکند، چونی به گفهایی که گفت قبول نگرد، آلا میخواد که جواب عقلی برای این بدهد. میگه دیروز در بندی خانه یک حادثه برای من رخ داد. میگه چی حادثه؟ حادثه را بیان میکند. میگه دیشب من ساعت 12 شب بیدار شدم و خواستم دو رکعت نماز خواندم. در سوره اول قل اعوذ برب الناس، در سوره دوم قل اعوذ برب الفلق. وقتی که دو رکعت نماز را خلاص کردم، میخواستم که دو رکعت نماز دیگر بخوانم، دیدم که نعوذ بالله قرآن خلق کرده. گفت که چرا نتونستی نماز خوانده؟ گفت وقتی که به طرف قرآن نگاه کردم، نعوذ بالله، گفت قرآن خلق کرده. گفت آیا قرآن خلق میکند؟ امامان را ببینید که چه قسم جواب عقلی برای حکام ظالم میداد. گفت که آیا قرآن خلق میکند؟ گفت وقتی که قرآن خلق نمیکند، پس تو چطور به یقین هستی که قرآن کلام الله نیست؟ پس اینجا قرآن کلام الله هست.
وقتی که قرآن فوت میکند پس الله متعال هم زنده و بیدار هست و هیچگاهی او خواب ندارد. این اینجا هست که ای حکام ظالم در مقابل سوال امام محمد رحمت الله علیه ساکت میماند. بالاخره کسانی که در دورش میباشند میگه کی میتواند که با دو شلاق با دو یوخ ایراد بند ببرد؟ اینا مشوره میکنم که ایراد بند ببرد. یکی از هم دورهانی که در دورش میباشد یوغ را گرفتن، وقتی یک شلاق با جان امام حنبل میزنن خود دست بالا میکنم یا خدایا هر آن شلاقی که میخورم بخاطر دین توست، بخاطر پیش برد دین تو هست. شلاق دومه که میدنم این نشاء الله ما شاء الله خداوند هر آن چیزی که میایی از جانب تو میایی. پس دینی را که ما تو پیش میبریم و در مقابل ساده هستیم دین بر آسانی بر ما تو نیامده. جناب پیغمبر علیه السلام 23 سال زحمت کشید، 23 سال زحمت کشید، 23 سال دعوت کرد تا حکومت اسلامی را با جامعه تقدیم کرد. آره در این کشور بعد 23 سال درد بد اخلاقی داده شود که تا منکرات در اینجا را بیشتر. هر وقتی اگر ما میخواییم حکومت اسلامی را به وجود بیاریم، اگر بخواییم حکومت خود را مستقیم برای صراط المستقیم کنیم، پس باید همکاری با امامان خود داشته باشیم، دست به دست هم بدهیم و این دینی که امروز بسیارها در مقابلش برنامه های طرح میکنند این را محسوس بسازیم. اگر امروز ما تو دست به دست هم ندهیم، تو بگویی چطور شد و جامعه میخواییم به این قسم روانه است، او بگویم و بگویم، پس دین حقیقی پیش میبرد. وقتی که تو جوان امروز یک منکر من نکردی، من یک منکر من نکردم، امام یک منکر من نکرد، پس مجبور است که جوان به طرف فحشا روان شود. امروز کفر برنامه ریزی داره که جوانان را از دین مبین اسلام برطرف بسازد. وقتی که کفر میخواهی که ما جوانان شکار بکنه، پس چرا ما جوانان در مقابل اوه ظالم ها برنامه دهه نکنیم تا برنامه آن را شمساب سازیم؟ در قدم اول پدرها حق دارند که اولادای خود را روزانه 10 دقیقه بشوند و 10 دقیقه درباره قرآن سیرت پیغمبر برش بفهمانند. تا 12 شب خوششتن میتانند، تا 1 شب خوششتن میتانند، به خاطر سوری الله خوششتن میتانند، اما یک شب وقت افتاد به خاطر الله هم ضایع بکنند. صبح میبراییم و خوشتن پس به خانه میاییم به خاطر کار دنیایی، اما یک ساعت خود را به خاطر الله متعال سپری بکنیم. دوران هایی که سابق به جناب پیغمبر علیه السلام با علکین میرفت با علکین تعجد میخواند، امروز بهترین وسایل در دست شما، برق در خانه من و شما، آب گرم در خانه من و شما، بهترین مساجد در نزدیک من تو، بهترین خانه که ما تو داریم، پس تو جوانه چی شده که نمیتودی و نماز تعجد نخل نمیخوانی؟ خداوند جلو پیمانتم خودش میفرمید که یک تا چرا باز در باره دین بهتر از یک شب عبادت است. باز ما شما چه قدر و قدر غافل هستیم؟ ببینید زمین خودش میگه، میگه ای انسان مثل مرا آره ما زیر امر الله متعال هستم که خداوند بر ما امر کرده. ای زمین انسان ها حرامکاری که برای تو میکنن صدایت نکش. گفت اگر خدا امر کنه که صدایت بکش، گفت من روز تمام انسان ها را به سجم خود در میارم. گفت 18 منزل تو بالای من جور میکنی اما من ساکت هستم، مرا میکنی من حرام هستم، بالای من مغرور را میکنی من حرام هستم. گفتی خوبی من گفتی یک چوب خشک میشونی در زمین، این ما خواب میوه میشون در آخره در نوک درخت میم تو از میوه استفاده میکنی. گفت آیا ما خوب هستم یا تو؟ گفت در راه میری با غرور او که برو غریات فقط به الله متعال میزید. زمین میگه تو یک دانه گندم بروی زمین میاندازی 699 گندم دیگر ما برد میکشم، آیا ما خوب هستم یا تو؟ گفته جواری خوش میدی بسیار خورد خورد. گفت ما با تو یک منطقه میشم 699 تا دیگره که ما با تو اضافه میکنم. گفت از تو کدر ما خوب در هست بالای راه میکنی من میکنی درخت بالای میشنی یک چوب خشک میشنی ما خواب ما خواب خدا با گندم تبدیل میکنم، ما خواب خدا با میوه تبدیل میکنم تا تو انسان در وحید آرام زندگی بکنی. قرآن وقتی که بس سوره والتین و الزیتون روان کرد و والتین و الزیتون قسم از بنجیر و قسم از بطیل زیتون میشه پیام میرسند
که انسان ظاهر مهم نیست، باطن مهم است، ظاهر باطن مهم است. یک انسان ریش مانده بسیار دراز، تصورتش تمامش برابر است، اما چاره به شرعی است، ریش به چی فایده می کنه؟ پس در ظاهر باطن هم مهم است، که هر انسان وقتی که ظاهر فضا و باطن را هم بسازد، یه دهه بلسان تصدیق بالقلب، چیزی را که به زبان گفته به قلب تصدیق بکنم. و این ملائکه های که حاضر شاهد است، لحظه ای که صحبت میکنیم تمام یا سخت است. هر انسان هم شیطان دارد و شیطانش نمیخواد که با کارهای نیک برای هنگامی که میخواییم اگر ما صدقه بدهیم، میخواییم صدقه بدهیم، اونجا هم مانیم میشن چون تو میخواییم صدقه بدهیم، بیگر نگاهش به کارت میاد. اگر ما صدقه دادیم میگه دنیا را بخو و آخرت را ببر، یه وقت کشت از اینجا کشت کن هر آخرت درو کده برو. در پایین وقت شما را بیشتر نمیگنم، برادره دیگه هم از خود می صحبت کنم، روزه که پایین و پایین می سنم.